پیرنیا. دوستان عزیزم، لایف با من هستین، دکتر ناناز پیرنیا، برنامه راجع به الزایمر و نحوه که جلوگیری میکنیم از پیری مغز خواهد بود. با من باشید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که وفادار روی فیسبوک لایف از ساعت 2 تا 3 همیشه هر سه شنبه با من هستین، سلام عرض میکنم. دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر و برنامه طبق معمول هر سه شنبه خودم رو که بعداً هم روی فیسبوک و هم روی یوتیوب خواهد بود تقدیم حضورتون میکنم. برنامه یه واقعاً برای همه افراد خانواده در رابطه با تمام مسائل مربوط به روانشناسی، مسائل مشکلات خانواده، زناشویی، مشکلات کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و همینطور در کنار تخصصی که دارم در کار رواندرمانی، مشاوره زناشویی، کلینیکال هیپنوتراپی و کار با کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و انواع اِوالویشن هایی که لازمه، کار مغز درمانی و جسم درمانی یعنی نوروساینس، نورو اینتگریشن تراپی و همینطور فانکشنال مدیسن و پریونتیتیو مدیسن، علم پیشگیری رو در مرکز خودمون تقدیم حضور همه شما میکنیم. من همیشه گفتم که کار مغز درمانی حلقه گمشده کار روان درمانیه و ما تا موقعی که به مغز خودمون نرسیم، چون محکوم این ماهیچه سپندی هستیم و آنچه که احساس میکنیم، فکر میکنیم و در نتیجه کاری رو انجام میدیم یا یادگیری داریم یا حالمون هر جوری که هست، بستگی کامل داره به نحوه اتصال خوب سلول‌های مغز در 19 قسمت. تمام تحقیقات جدید این 20 سال اخیر روی مغز و روی جسم ما و پیشرفت تکنولوژی جدیدی که ما از طریق QEEG Brain Map مغز رو نقشه برداری میکنیم و بعد از طریق تست های متابولایت میتونیم تمام سیستم گوارشی و روده و معده و تمام مشکلاتی که افراد به عنوان تورم یا اینفلمیشن، به عنوان دیابت نوع دوم، فشار خون، کلسترول بالا و مشکلات جنبی دیگه که دارن، تمام اینا بستگی پیدا میکنه به نحوه‌ای که این اتصال و این رابطه بین مغز و گات و روده اتفاق میفته. آنچه که ما فکر میکنیم شروع تمام حال خوب ما و اگر فکرها منفی باشن شروع حال بد ماست و در کنار اون مسئله ژنتیک یا ارث تبدیل به اپیژنتیک و اهمیت نحوهی که زندگی میکنیم، تغذیه میکنیم، میخوابیم، میخوریم و یاد میگیریم و اون رابطه خوبی که در خانواده با افراد داریم یا نداریم، تجربه های هر لحظه ما برای مغز و در نتیجه برای بدن ما بسیار مهمه و در نتیجه با تجربه های خوب و زندگی خوب ما میتونیم که حداقل برسونیم احتمالات ارثی که 7 جنریشن میتونه برای ما عوارضی رو به وجود بیاره. من تلفن تماس با مرکزمون رو اعلام میکنم، 310-286-1480 هست، 310-286-1480 و mindtherapycenter.com وبسایت منه، nanaspirnia@yahoo.com ایمیل من هستش. تلفن استودیو در صورتی که دوستانی دوست دارن زنگ بزنن و یا در مورد مسئله سوال دارن، 323 512
72-64 هست که در این یک ساعتی که لایف هستیم دوستان میتونن تماس بگیرن. من امروز دلم میخواست که راجع به آلزایمر و تحقیقات دست اول جدیدی رو که به دستم آمده با شما صحبت کنم و یه درد دلی هم در رابطه با این داروهای شیمیایی مثل ادرال، ریتالین، داروهایی که ضد تمرکز حواس برای افرادی که ADD و ADHD دارن داره تجویز میشه رو دلم میخواست راجبش باتون صحبت کنم و خطرات اون رو و کاری که ما میتونیم انجام بدیم به جای دارو درمانی و بعد در کنار دارو درمانی برای کسانی که روی این داروهای شدید شیمیایی هستن که فقط آسیب میتونه برسونه، لانگ ترم استفاده بشه، عوارض جانبی داره و احتمالاً عادت و هبیت و ادیکشنی رو هم برای افراد ایجاد میکنه. قبل از این که راجع به این دو موضوع صحبت کنم، میخواستم برای دوستانی که در تگزاس دالاس هستن و یا دوستانی که حوصله دارن به ما ملحق بشن خبر بدم که ما سومین کنفرانس فانکشنال و ویلنس سمینار، در واقع کنفرانس بزرگ خودمون رو روز سوم اپریل در دالاس در هیلتون هتل دالاس برگزار میکنیم. کنفرانسیه که خیلی خیلی مفصله، بیش از 2000 نفر قراره که به این کنفرانس بیان و فقط در یک روز هست و ما بیش از 100 تا اکسیبیشن و در واقع تیبل تاپ داریم که انواع و اقسام چیزهایی که وجود داره و ساینسی که وجود داره برای ویلنس، برای هلت، برای رفع مشکلات از نزدیک با سازنده های اون، با کریئترهای اون آشنا میشین و بعدم میتونین خودتون امتحان بکنین و ما بیش از 40 سخنران داریم و من هم افتخار دارم که در این کنفرانس بزرگ صحبت میکنم راجع به مغز، راجع به QEEG Brain Map نقشه برداری و راجع به انواع نیرو فیدبک و کارهایی که نیرو انتگریشن تراپی رو معنی دار میکنه. اگر دوستان دوست دارن بیان، ورودی $39 هست ولی اگر همون روز بخوان بیان به این برنامه $129 و میتونن بلیت های خودشونو روی changelifedestiny.com تهیه بکنن. برای اطلاعات بیشتر همیشه میتونین با ما تماس بگیرین 310-286-1480 و من باز هم در برنامه های آینده یادآور خواهم شد. فقط خواستم برای دوستانی که خیلی میشنونده و خیلی کلاینت من از تگزاس دارم، خواستم این خبر خوش رو بدم که یک روز بسیار مهم و ارزنده ای رو با هم میتونیم روی روز 3 اپریل داشته باشیم. عزیزان، بچه های خیلی زیادی رو هفته پیش به مرکز من آوردن و مشکلشون این بود که به خاطر مصرف داروهای شیمیایی ضد تمرکز، مشکل تمرکز و توجه که بهش ADD Attention Deficit Disorder یا اگر با هایپر اکتیویتی و پرتحرکی باشه ADHD بهش میگیم، روی این داروهای شیمیایی مثل ادرال، کانسرتا، ریتالین و مشابه آن بودن. این بچه ها بین 10 تا 15 ساله بودن و من متاسفم بگم که به خاطر استفاده‌ای که از این داروها از کودکی اینها کردن، موقعی که پلوی من آمدن نه تنها مشکل استراب شدید، عدم توانایی خواب عمیق داشتن، بلکه کاهش وزن شدید، زیر چشماشون گود، سردرد، اسهال و مشکلات ضعف و خستگی مفرط رو هم داشتن. متاسفانه بچه هایی که روی این داروهای ADD و ADHD قرار می گیرن
یکی از مشکلات بزرگی که در کنارش میبینیم اینه که اثر میذاره روی نحوه قد کشیدن این بچه ها و این بچه ها توانایی این که به اون پتانسیلی که باید قد بکشن و بلند بشن نمیرسن و در کار رشد جسمی بچه های ما میتونه صدمه بزنه و خیلی ها ممکنه فشار خون بالا پیدا بکنن و مسائل جانبی حتی مثل افسردگی. شما یادتون باشه که دکترهای ما با تمام احترامی که براشون دارم و اولیای مدرسه به نوع سبک قدیم پزشکی و بدون دانستن اینکه چرا یک بچه تمرکز نداره، چرا پرتحرک سیستمش، چرا نمیتونه خوب یاد بگیره، چرا وقتی که تست باید برداره اینقدر نگرانی براش پیش میاد و تمام علائم دیگه ADD و ADHD که یه روز راجبش صحبت میکنم، همه اینها دلیلی داره روی مغز و به خاطر عدم اتصال الکتریکی امواج مغز و به خاطر نداشتن نوتریشن و مواد بیوشیمی اصلی که ما باهاش به دنیا میایم و قرار متوازن باشه. نداشتن این اتصال الکتریکی یا نداشتن بنزه کافی نوتریشن در برین با دارو برداشتن خیلی منافات داره، برای اینکه داروهای شیمیایی از مواد مخدر هستن. تمام این ادرال و اینها از مواد مخدری هستن که یک دفعه یک پرتحرکی شدیدی به مغز میده، در نتیجه مغز تمرکز میگیره، ولی بعد از اینکه اثر این داروهای مخدر میره، شخص بدون هیچ نوع کمکی به این امواج مغز یا به این نوتریشن ها دوباره در به در میشه و دوباره دنبال این مواد مخدر میگرده تا اینکه برای چند ساعتی دوباره بتونه درس بخونه یا بتونه تمرکز داشته باشه. و این کاری که انجام میشه، دکترها خیلی سریع به خاطر هر نوع مسئله‌ای و هر نوع سیمتوم و علائمی که در بچه هامون یا در بزرگسالان میبینن، بلافاصله داروی تجویز میشه. امروز با توانایی که ما داریم از طریق نقشه برداری مغز، اول تصمیم میگیریم که ببینیم علت عدم تمرکز، مشکلات کنترل احساسی، عدم داشتن حافظه کوتاه مدت خوب یا دراز مدت یا حافظه کاری، مشکلاتی که مربوط میشه به یادگیری، به خصوص خواندن و ریاضیات، و همینطور مقدار استراب و افسردگی رو به صورت دقیق در نیم ساعت با گذاشتن یک کلاه روی سر این بچه ها یا بزرگسالان اندازه میگیریم. 6 دقیقه چشم بسته و 6 دقیقه چشم باز بدون خطر، بدون اشعه. و وقتی که نورولوژیستای ما نگاه میکنن به امواج الکتریکی مغز ما، اون موقع است که به ما یک چارتی رو میدن از این که ببینیم چرا مغز پرفعال یا کم فعاله و چرا این افراد مشکلی رو که ما اسم میذاریم براش، از ADD تا استراب تا افسردگی تا مشکلات مربوط به مود، بایپولار، آتیزم، اسپرگر، تمام اینها امروز دیگه معنی مهمی رو داره. و من دوست ندارم که این علائم رو با داروی مخدر ماسک بکنیم و اجازه ندیم که علما خوشبختانه بلافاصله با نقشه برداری که کردیم، قسمتی که پر تحرک یا کم تحرک رو بود و اندازه گرفتیم و این بچه ها با 6 یا تا بستگی به اینکه چقدر نیاز دارن تا 10 جلسه نورو فیدبک، لایت مخصوص، موشن و سنسر و بعدم با یه تست ادرار اون دلیل واقعی کمبودهای نوتریشن رو
برای هر فردی میتونیم اندازه بگیریم ما هیچ کدوممون به اندازه کافی 100% نوتریشن در مغز نداریم و میتونیم کاملا به این بچه ها کمک بکنیم که با دانشی که این تست ادرار میده لابراتوارهای غیر شیمیایی این ادرال، این داروهای استراب و غیره رو طبیعی با کمک املاح مدنی، آنزیم ها، ویتامین ها برای ما درست میکنن و ما اینو برای 3 ماه تا 6 ماه که میخوریم مغز بالانس میشه و با کاری که با نیورو فیدبک و لایت و موشن انجام میدیم اتصال دوباره میگیره، هماهنگ میشه بین نیمکره چپ و راست، انرژی کامل به جلوی پیشانی میاد برای اینکه فرد بتونه کاملا مموری خوب و تمرکز خوب داشته باشه. دستگاه الفا استیم رو من برای عزیزانی که ADD و ADHD دارن بی نهایت لازم میدونم. البته دستگاه الفا برای همه ما، برای همه افراد خانواده لازمه و خیلی دستگاه آسونیه که 2 تا کلیپ داره، روی لاله گوش میذاریم و ماساژ گرما ایجاد میکنه و گرما یک مایکروکارنت الکتریکال ایمپالسی رو به داخل مغز به صورت طبیعی میرسونه. موقعی که این ترشح رو ایجاد میکنه اون اوپیودها یا تمام اون مواد مخدر خود مغز ما شروع به ترشح میکنه و در نتیجه درست مثل اینی که افراد دارن الکل میخورن یا دارن دراگ میکشن و این همون اوپیود ترشح میشه و به همین دلیل نیمکره چپ و راست یک آرامش و یک بالانسی میگیره و باعث میشه که افسردگی، استراب لیفت بشه، تمرکز حواس و حافظه برمیگرده تا 30% و بعد اگر که طولانی بذاریم به خاطر اینی که شخص هی آرام میشه و آرامتر میشه، برای افرادی که انزامنیا دارن، مشکل خواب دارن یا خیلی سخت به خواب میرن یا بین نیمه شب از خواب بیدار میشن، این باعث میشه که خود اون الکترومگنتیک ایمپالس مغز آرامش کامل رو به اینا بده. خوشبختانه این دستگاه رو FDA به عقل آمده و این اپروف کرده و امروز ما به عزیزانی که PTSD دارن، دیپریشن دارن، استراب دارن، به عزیزانی که ادیکشن دارن، ما بی نهایت موفق هستیم که اگر که کسی احساس میکنه که خیلی زیاد هوس میکنه الکل یا مواد مخدر رو یا حتی شیرینی، شکلات و غذا رو، هر چیزی که too much داره برای این فرد حالت اعتیاد رو میاره، این دستگاه الفا موقعیتی رو برای مغز به صورت طبیعی و با خود ترشح نوروترانسمیترها و اوپیود خوب مغز خودمون بالانس بکنه و کنترل بکنه. ببینین که علم به کجا رسیده که ما برای هر مشکلی، برای هر مسئله‌ای امروز ما میتونیم که یک روش ترمیمی داشته باشیم. من از شما خواهش میکنم که اگر در مدارس معلم‌ها اصرار میکنن که اگر بچه رو نذاری روی دارو نمیشه بیاد مدرسه، که من اینو خیلی شنیدم و غیر قانونیه، و اگر میرین پلوی دکتری که با اولین علائم ADD و ADHD پیشنهاد این داروهای شیمیایی رو بکنه، یک مهلتی بدین به خودتون و این عزیزتون که ما این تست ادرار رو بدیم، این نقشه برداری رو بکنیم و روی حساب و کتاب بهش کمک بکنیم. خوشبختانه به جای داروهای ADD و ADHD
ما ترکیبی رو به صورت طبیعی درست کردیم آگهی. به نام Ultimate Focus که تبلیغاتش هم تو رادیو هست و این کمک میکنه که دیگه اون تمرکز حواس برگرده، استراب پایین بره و شخص لازم به دارو نداشته باشه. بریم از آگهی ها بگذریم، برگردیم و راجع به آلزایمر یک عالم خبر جدید براتون دارم. آیا از چاقی رنج میبرید؟ عزیزان دوستان خوب فیسبوکی من، سوزی خاتمی عزیز، واقعا برنامه گذار، یک کسی که خدمت میکنه به تمام، به فرهنگ ایران، به بچه هامون و با برنامه هایی که میذاره چقدر کمک میکنه که همه به هم کانکشن داشته باشیم. طناز عزیزم از لندن، ممنونم که نمیخوابی و این برنامه رو نگاه میکنی. اینم یک بهانه ای شده که ما دوتا دختر خاله بتونیم با هم رابطه بیشتری برقرار بکنیم و باز هم متاسفم از این که عزیز خودمون زندایی عزیزم رو به سرطان از دست دادیم هفته پیش. افسانه پزشکان عزیز، ممنونم که بیننده پروپاقرص ما هستی و با ما هستی و فرخونده شمس عزیز، فکر میکنم که فلوریدا دیگه زندگی میکنه ولی ما تورانتو با هم خاطرات زیادی رو داشتیم. دوستان عزیزم، من راجع به آلزایمر خبرای خیلی مهمی رو به شما خواهم داد، ولی چون فکر میکنم که وقت اجازه نخواهد داد که یه چیزای جالبترش کوچیک کوچیکی رو براتون بگم، میخواستم بهتون بگم که ما برای اینکه مغزمون از لحاظ حافظه کمتر پیر بشه و در واقع تغذیه درست بشه برای اینکه سر و حالتر بمونه، چند تا غذایی که این دکترای مغز ما عقیده دارن که ما اگه میتونیم روزانه تا اونجایی که میشه ازش استفاده بکنیم. اولش که همه شنیدین سبزیجات سبز، براکولی، کیل، اسفناج، هرچی که دارکتر این سبزیجات به ما بیشتر کمک میکنه. مهدی سیدین عزیز، خوشحالم با ما هستیم. به جز این سبزیجات سبز رنگ و پر رنگ تر که در دایت روزمون باید باشه، باور میکنین که آب انار و قهوه یک یا دو لیوان میتونه به سلول های مغز و کمک بکنه به اینکه پریونت بکنه از مموری لاس. بریز همیشه گفتم، به خصوص میگن وایلد بلو بریز و سیب هم برای ما خیلی میوه مفیدیه. ما ایرانیا، لیندا سکای عزیز، خوشحالم با من هستی، خوش آمدین به برنامه. ما ایرانیا خیلی اهل بادوم و گردو و فندق و نات هستیم و اگه نگاه بکنین دایتی که ما در ایران داشتیم تقریبا میتونم بگم همه اینا رو داشت، برای اینکه ما در ایران ماست کیسه میخوردیم، انواع این ناتس ها رو میخوردیم، ما در ایران انار و آب انار رو مرتب میخوردیم، ما در ایران تومریک یعنی زردچوبه و بعد زعفران در غذاهامون میریختیم که اگه الان نگاه بکنی امریکایی‌ها شروع کردن یه کمشو یه شات درینک درست میکنن میخورن و یا توی کپسول ما درست کردیم، برای اینی که بی نهایت این دو ماده، این دو پودر کمک میکنه. تخم مرغ هیچ چیز بدی نیست، منتها تخم مرغی که ما باید بخوریم بهش میگیم گراس فد ارگانیک باید باشه، یعنی شما حتما روی این تخم مرغ رو بخونین که گراس فد باشه و توی لابراتوار و با هورمون درست نشده باشه، بعد دیگه میتونین نوش جانش بکنین. گوشت قرمزم
به شرط اینکه گراس فد باشه، ارگانیک باشه و خیلی گوشت لین بدون چربی باشه. موقعی که شما ماهی میگیرین، وایلد سالمون، ماهی قزلالا، اینا همه بسیار برای مغز ما مفیده، ولی بیشترین چیزی که جلوی آلزایمر رو میگیره برداشتن اویلی به نام DHA که ما به صورت کپسول، من اینجا خودم دارم، به صورت کپسولای کوچیکه. این DHA مهمترین اویلیه که از وجتبل اویل و خزه دریا درست شده، آنن به مغز میره و بعد به ارگانا میره. مسلماً ویرجین، اکسترا ویرجین آلیو اویل جزء غذاهاتون باشه، بی کامپلکس برمیدارین. و بعد میرسیم به نون، هول گرینز، نونای قهوه‌ای که درست میکنن، پستایی که از هول گرین قهوه‌ایه و ویت بران، اگر که بتونین دایجستش بکنین، چون خیلی ها که مشکل دستگاه گوارشی دارن میان پلوی ما یا اینفلمیشن دارن، حتی شاید نمیدونن که به ویت حساسیت ممکنه داشته باشن. گوجه فرنگی انتی اکسیدانت بالا داره و جلوی پیر شدن مغز و حافظه و الزایمر رو میگیره. های یوکو، های محبوب شریفی، خوش آمدین به برنامه. غذاهای بدمون، من الان روی برنامه هم اینو خواهم گفت، ولی ما سه تا گروه غذای بد برای حافظه داریم. یکی چربی های بد و سچوریتد بد فته، یکی شکر زیاده، کیک و شیرینی زیاد، به طور کلی شکر، و یکی کارب زیاده، برای اینی که برین اگر کارب زیاد و گوشت های سرخ شده زیاد بخوره، فعالیت سلول ها رو کم میکنه. به هر حال ما 100% آنچه که میخوریم اولین قدمیه که کمک میکنیم، جلوگیری میکنیم. و بله، من این کلمه جلوگیری و پریونشن رو، پیشگیری رو به شما یاد میدم، برای اینکه ما مغزمون پتانسیل آلزایمر 10%، ولی آنچه که به سرش میاریم در زندگی 90% این دایرکشن رو ایجاد میکنه برای اینی که ما آیا آلزایمر بگیریم یا نگیریم. خب ما تا قبل از اینی که برگردیم، اینجا من یک مسئله دیگه هم اینجا میخواستم راجع به سموماتی که دورمونه بهتون بگم. خیلی مواظب باشین، خونه رو چک کنین مولد نداشته باشه. از وسائلی که برای خونه میگیرین و برای تمیزی و برای توی حیات و باغتون، هر چیزی که تاکسیک داشته باشه، هر چیزی که لد و مرکوری داشته باشه، روی یه قباری رو روی مغز ما استشمام میکنیم و هم به بدن ما میره و هم به مغز ما میره. ما باید مواظب باشیم که کجا زندگی میکنیم، چقدر فاصله داریم از این الکترومگنتیک فیلد ها و از خیلی سیم هایی که دوروبر خیلی خونه ها و نزدیک به اون هست، و باید مواظب باشیم که چقدر غذاهامون رو درست میشوریم، چقدر آب خوب الکلاین میخوریم. همه مشکلات حافظه از تورم، استرس و نداشتن زندگی خوب و نداشتن یک رابطه خوب با خواب، ورزش و شاید بعضی وقتا هم تراما ایجاد میشه. ما برمیگردیم روی برنامه لایف و خبر جدیدی راجع به آلزایمر و پریونشنش به شما خواهم داد. با من باشین و امیدوارم که بتونیم برنامه به شما کمک کنه و به بچه هاتون که سالم تر زندگی بکنید.
این هم راجب ریدلایت ماست، نور ریدلایت. بیاین حتما امتحان بکنید یک بار. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و عزیزان فیسبوکی، دوستان عزیز من که لایو با من هستین، دکتر ناناز پیرنیا هستم و برنامه ای رو در رابطه با کارهایی که در مرکز مایند تراپی سنتر انجام میدیم، از لحاظ روان درمانی، از لحاظ نقشه برداری مغز، نیورو فیدبک، نورو رد لایت برای لاغری، لیمف 360 برای اینی که تمام اینفلمیشن، تاکسیسیتی و سمومات از بدن به صورت طبیعی خارج بشه، تست های نورو ترانسمیتر برای اینی که بدونیم چه نوتریشنی برای ما لازمه، و بعد هم دکتر پریونتیتیو مدیسن ما کمک میکنه از لحاظ مشکلات هورمونی، الرژی، تست هایی که برای متابولایت انجام میدیم و کمک هایی که به شما میکنیم عزیزان، که هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ جسمی بالانس داشته باشین. من آرزومه که این برنامه ها به شما نشون بده که تکنولوژی های جدید و سیستم های جدیدی وجود داره که ما علل مشکلات فکری، احساسی، رفتاری و جسمی رو اول میتونیم تشخیص بدیم، اندازه بگیریم، لوکیشنش رو پیدا بکنیم و در واقع درست مثل کاری که شما با دندون انجام میدین و چک میکنین برای سلامتی، ما برای مغز و جسم انجام میدیم. تلفن تماس 310-286-1480 است و یک کمی راجع به الزایمر امروز میخوام براتون بگم. ما هممون، من هر کی به من میرسه میگه دکتر پیرنیا دارم الزایمر میگیرم، یادتون باشه که هممون گاهی میتونه یه کلمه، یه اسم، یه کاری که میخواستیم انجام بدیم، چیزی رو که جایی قایم کرده بودیم، یه مکس هایی برای مغز به وجود میاد و ممکنه که یک چیزایی رو فراموش بکنیم، به خصوص وقتی که سن بالا میره. کامپیوتر ما اطلاعات بیشتری رو ثبت کرده و گاهی وقت لازم داره که این اطلاعات رو با سیستم درست به خاطر بیاره، ولی در این حال اگر که کمی چیزهایی رو خب از خاطرتون میره یا احساس میکنین که اون فلوئنسی و اون راحتی که برای تکلم قبلا داشتین، کلمه ها خیلی تونتون به مغزتون نمیاد و آیا یه موقعی ممکنه که احساس میکنین علائمی رو میبینین، قبل از این که نگران بشین و قبل از اینی که طولانی وایسین و بعد پلوی ما بیاین، در هر سنی که هستین، از کودک 5 ساله، ما وقتی که نقشه برداری از مغز میکنیم میتونیم کاملا به شما بگیم که آیا در آینده امکان اینی که در خانواده دیمنشیا و الزایمر قرار بگیرین وجود داره یا نه، به خاطر اینی که ما نگاه میکنیم به نوعی که این امواج مغزی از لحاظ الکتریکال، نورو الکتریکال، چه نوع سیستمی رو با خودش به دنیا آورده اون مادر برای ما و آیا ما ات ریسک هستیم یا نه. در نتیجه دیگه این نیست که شما وایسین و بعد وقتی که یه کسی عزیز شما دیگه هیچ کس رو نمیشناسه به من زنگ بزنین. لطف بکنین که با اولین علائمی که میبینین بیاین پلوی من، وگرنه به خاطر استرس، به خاطر غذای بد، به خاطر سمومات و مواد شیمیایی زیادی که دورورمون هست و به خاطر انواع تورم هایی که در جی آی، در دل و روده ما وجود داره، به خاطر این همه مشکلاتی که از لحاظ زندگی به وجود میاد، فشارهای زیاد، مشکل خواب ایجاد میشه، استرس ایجاد میشه و ما
هممون فعالیت‌های بدنیمون کمتر شده، فعالیت‌های فکریمون کمتر شده و این الکترومگنتیک فیلد و همینطور این سوشال میدیا خودش یک کمک زیادی نمی‌کنه به فعالیت درست و روابط درست و اتصال درست سلول‌های مغز. در کنار اون می‌بینیم که این مریضی‌ها، ضربه های مغزی که میگیریم از لحاظ احساسی، جنسی، اجتماعی، وقایعی که اتفاق میفته و از دست ما خارجه، از دست دادن هایی که برامون پیش میاد و همینطور خوردن زمین، ترامایی که به مغز میده، تمام سرنوشت و وضع ما کمک میکنه به اینی که ما به طرف الزایمر پیش بریم. برای دوستان فقط توضیح بدم که دیمنشیا که خیلی راجبش اسمشو میشنوین، اسم کلی مشکلات فراموشی و مشکلات حافظه و خاطره است و نوعی از دیمنشیا که خیلی شدیدتره، یکیش الزایمرز هست، یکیش پارکینسونز هست. در نتیجه اینا از انواع دیمنشیا هستند و ما تعداد عزیزانی که دارن به طرف الزایمر و دیمنشیا میان، اگر کارهایی که ما در مرکز انجام میدین و انجام ندین و مسئله اپیجنتیک و محیط رو کمک نکنین ما به شما یاد بدیم، اگر چند بار اپتیمایز نکنین مغز و با نیورو فیدبک و لایت و موشن، اگه دستگاه الفا رو استفاده نکنین، پریونشن و پیشگیری 90% جلوی رفته رفته پلاک شدن و مشکلات دیمنشیا رو میگیره. علائمی که به خاطرش فوری بیاین پلوی من و اگر همیشه علائمی ندارین، من پیشنهاد میکنم که اجازه بدین ما به مغز شما برسیم، نوتریشن لازم رو به شما بدیم، 6-7 جلسه اپتیمایز کنیم مغزو، از این دستگاه نورو رد لایت استفاده بکنین که تمام سلول ها به وجد بیان و با حال خوب بدون استرس، بدون استراب جلوی فراموشی رو بگیریم. فراموش کردن از این که یک لغت، یک اسم، یک جوکو یادمون بده بره شروع میشه. یه مقدار ممکنه حس بویایی یا چشایی ببینیم کم میشه. علائم بعدی میتونه این باشه، یه کارهایی رو که بلد بودیم یک باره یادمون میره یک دستور پخت و پز یک غذا رو یادمون ممکنه بره، یادمون میره که به اتاق دیگه که رفتیم چرا، یا شماره تلفن‌هایی که بلد بودیم. رفته رفته اگر کار با ابزار مختلف، مثلا اگر مایکروویو رو بلد بودیم استفاده کنیم، یک بره شد یادمون بره. بعد که این مشکلات فراموشی پیشرفت میکنه، مشکل با حرف زدن، ممکنه افراد اصلا گرامرشون خراب بشه، کلمه ها تکراری و مکرر و یک چیزو چون شورت ترم مموری به هم میریزه یادشون بره و مکرر تکرار بکنن. و بعد رفته رفته عزیزانی رو میبینیم که یادشون میره که کجان، آدرس خونه رو یادشون میره، رانندگی گم میشن. و بعد رفته رفته میبینیم کسانی که روز و تاریخ و ماه رو نمیدونن و بعد میبینیم که اون جاجمنت کالشون و اون تشخیصهای کلی شناختیشون به هم میریزه. وقتی که الزایمر شروع میخواد بشه، فکر انتزاعی به هم میخوره، احساس غمگینی، مود به هم میریزه، اسباب و جا به جا میکنن، خیالهای واهی دارن، حرفای بد ممکنه به شما بزنن و یک تغییر شخصیت کلی میبینین. یادتون باشه که سلولهای مغز از جلو به عقب و حافظه ما از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت خراب میشه. بنابراین اگه عزیزانی مشکلی میبینن دارن، موقعی که اول همون مسئله روز و آنچه که خوردن یا اون کاری که باید میکنن از حافظه کوتاه مدت میره و حافظه های قدیمی ما
آخرین حافظه‌ایه که از بین میره. حواستون رو جمع بکنین که علائم آلزایمر در واقع میشه تغییر در حافظه کوتاه مدت به دراز مدت، تغییر در یادگیری و حل مسائل، تغییر در مود و بالاخره یک افسردگی که میبینیم افراد میگیرن. من در رابطه با آلزایمر میتونم تا یه هفته برای شما صحبت بکنم، ولی امروز میدونیم که مغز از 40 سالگی شروع میکنه و به پیر شدن گرفتاری آلزایمر و دیمنشیا، و در نتیجه شما 20 سال قبل از این که بدونین که آلزایمر یا دیمنشیا میخواین بگیرین، مغز شروع میکنه و روابط خودش رو از دست میده. در نتیجه چون سلول های مغز از 26 سالگی شروع به پیر شدن میکنه، مثل هر قسمت بدن ما مغزمون رو نمیتونیم فراموش کنیم، و شما سلامت مغز و امکان این که شما مشخص بشه که چقدر ات ریسک برای دیمنشیا هستین رو وای نسین در سن بالا، و در سن کمتر شروع بکنین، به خاطر اینی که ما چک میکنیم هم متابولایت رو، هم برین رو، هم نوتریشن و تغذیه مواد رو، و هم از طریق دستگاه‌ها و تکنولوژیمون که خیلی خوشایند هست تجویز میکنیم که شما چند جلسه چه کار انجام بدین. متاسفانه داروهای شیمیایی که مثل نقل و نبات همه دارین میخورین، داروهایی که برای کلسترول بالا مصرف میکنین، همین داروی کلسترولی که به شما میدن لپیتور، متاسفانه از گروه استاتین هست، و استاتین یکی از صدماتی که میزنه تورم، افسردگی، و صدمه میزنه به اینفلمیشن ایجاد مغز در مغز و به حافظه، و ات ریسک میذاره پیشنت رو روی آلزایمر، تازه سکته قلبی و دیابت نوع دوم رو هم میتونه ایجاد کنه. ما قبل از اینکه شما لازم باشه روی دارویی برین برای فشار خون، برای کلسترول، برای تورم، برای استرس، برای مشکلات احساسی یا رفتاری خودتون، اجازه بدین که با اون تست ساده ادرار و برای خانوم ها بزاق دهان هر دو رو تست میکنیم، و راه‌های مهمی داریم برای اینی که شما به مغز خودتون نرسین که پیر نشه. مواد داروهای شیمیایی، مواد سمی که دور ما هست، آلودگی محیط زیستمون معذرت میخوام، الکترومگنتیک فیلدی که از دستگاه‌ها به ما عارض میشه، تمام این الکترونیکی که جلوی ما و بچه‌هامون هست، مغز رو داره خیلی سریع تأثیر میذاره روی امواج مغز از تتا تا بتا، اثر معکوس میذاره و کمک نمیکنه به این که ما حافظه عالی داشته باشیم. نحوه آبی که شما برمیدارین، خیلی موقع ها فلوراید های زیاد توی آب نوشیدنی مشکل حافظه ایجاد میکنه، و مسلماً الکل و مواد مخدر 100% روی سلول های مغز، قسمت امیگدالا و قسمت هیپوکمپس که برای اموشن، احساسات و حافظه هستن، اثر میذاره. آنچه که شما برای خودتون و عزیزاتون انجام میدین از لحاظ تغذیه، که ما یک دایت درست رو برای پیر نشدن مغز و لاغری درست اینجا برای شما تهیه دیدیم، و بعد شما ساپلیمنت های لازمی رو که برای مغز لازمه تا جوان بمونه برای شما ترکیباتش رو آماده کردیم، در منزل مواظب باشین از مواد شیمیایی که تمیز کننده است، سپریایی که میخرین
خیلی مهمه که این پولو خرج کنین و مطمئن بشین لیبلشو نگاه بکنین که نان تاکسیک باشه. همه اینا قباری میشه روی مغز و روی دیمنشیا و به طرف آلزایمر و پارکینسونز. چک کردن دندانهای شما مهمترین، یکی از مهمترین فاکتورهاییه که ما وقتی که دندونها و لثه ها سالم نیستن و اگر عفونتی در بدن یا باکتری های زیاد در گات داریم، 100% اینفلمیشن و اون فشار بالا و مسائل جانبی که برای افراد پیش میاد 100% میاره اون عفونت رو به مغز و معنیش میشه دیمنشیا و آلزایمر. ما موقعی که نگاه میکنیم به عزیزانی که سناشون خیلی بالاست و ما یک ریسرچ با سیدر ساینای انجام دادیم، عزیزانی که سنشون بالا بود و هنوز آلزایمر نداشتن و یه کمی مشکل حافظه داشتن، روی دایت درست 360 گذاشتیم و کار نورو اینتگریشن تراپی رو براشون هفته یک بار در مرکز انجام دادیم. فعالیت‌های فکری و جسمیشون رو بالا بردیم و مطمئن شدیم که هفته 3 روز راه رفتن و هفته 2 روز 1 نوع فعالیت در جیم انجام دادن و مواظب نحوه تغذیه و نحوه زندگیشون از لحاظ اجتماعی شدیم، چون کسی که تنها باشه و احساس تنهایی بکنه 100% به طرف دیمنشیا خواهد رفت. مغز ما اگر خوشحال نباشه پیر میشه، اگر اجتماعی نباشه پیر میشه و اگر مشغولیات زیاد نداشته باشه پیر میشه. پیری مغز ما شروعش همه اون مسائلیه که به عنوان استراب، مشکلات افسردگی، خواب و غیره میاین عزیزان پلوی من. فرصتی رو بدین در مرکز مایند تراپی سنتر و از طریق زوم در همه جای دنیا ما امروز میتونیم تمام مغز و بدن شما رو اپتیمایز کنیم و در هر سنی که هستین بهترین کوالیتی و کیفیت و کمیت زندگی رو برای شما زیر سقف آماده کردیم. ممنونم از توجهی که به من دادین. تلفن تماس 310-286-1480 هست و عزیزانی که برای تراپی تماس بگیرن این هفته با من یک جلسه نورو رد لایت رو بهشون اهدا میکنم تا ببینن که چقدر مؤثره و چقدر بهشون کمک میکنه. مواظب خودتون، مغز خودتون و عزیزانتون باشین و تا برنامه آینده روزتون خوش. فرشاد جان ممنونم، مرسی عزیزم، مرسی فرشاد. تلفن نداشتی؟ نه نداشتم. آها، چون 2 نفر به من هی دارن میزنن که ما تلفن منم شاید اشتباه تلفن میزنم. میدونم. اوکی عزیزم، دست درد نکنه، مرسی بابا. دوستان عزیزم، مهنوش اخوان، ناسا، کلودیا میلانی، کلودیا کاردیناله میلانی، خوشحالم که با من هستین. دلم برای همتون تنگ شده. مواظب خودتون و مغزتون باشین. ما یه بار زندگی میکنیم، باید خوب زندگی بکنیم و سرافراز. با من در تماس باشین. بابای.